دوستان عزیز سلام میکنم خدمت شما و خدا رو شکر میکنم برای وجودتون برای اینکه هر هفته منتظر هستید تا این برنامه ها رو ما خدمتون داشته باشیم و انجیل یوحنا رو با همدیگه مطالعه بکنیم انجیل یوحنا رو هم تو که میدونید هر هفته از قسمتی از این انجیل زیبا رو با هم دیگه بررسی میکنیم خیلی عمیق‌تر آیه به آیه اون رو میشه کافیم و سعی میکنیم درس های روحانی رو ازش استخراج بکنیم که باعث منفعت ما باشه و بتونیم شخصیت خودمون رو بیشتر شبیه شخصیت خداوند و نجات دهنده خودمون عیسی مسیح بکنیم چند ماهی هست که داریم این انجیل رو با هم دیگه نگاه میکنیم اگر در درس قبلی با ما نبودید خواهش میکنم با ما تماس بگیرید تا بتونیم اون درس رو برای شما بفرستیم یا اگر دسترسی به وبسایت دارید به وبسایت www.onlinekelisa.com اگر برید میتونید درس ها رو به صورت آرشیو اونجا پیدا کنید اونها رو روی کامپیوترهای شخصی خودتون ذخیره کنید و استفاده بکنید باب پنجم رو داریم و همین همینطور ادامه میدیم و به فیض خدا این هفته یا هفته آینده این رو تمام خواهیم کرد باب بسیار زیبایی هستش و اهمیت اون در این باب این هستش که عیسی مسیح خودش رو به عنوان خداوند معرفی میکنه هفته گذشته اشاره کردم که بسیاری از افراد هستند که میگن شما عیسی مسیح رو خداوند کردید شما عیسی مسیح رو از فرش به عرش رسوندید شما عیسی مسیح رو از جایگاه یک انسان و نبی و قدیس به جایگاه پسر خدا و خداوند رسوندید وگرنه خود عیسی مسیح هیچ کار در هیچ قسمت از کتاب مقدس و انجیل دای خدایی نکرد خدمتتون عرض کردم هفته گذشته که اگر این باب رو مطالعه بکنید متوجه میشید که عیسی مسیح اینجا فریاد میزنه که من پسر خدا هستم صحبت ها آشکاره حرفا واضح و مشخص هستش حتی هم اگر با ادبیات عبری آشنا نباشیم حتی هم اگر با دیدگان یک یهودی یه قرن اول به صحبت های عیسی مسیح نگاه نکنیم مشخصه که عیسی مسیح این حرفا رو میزنه اگر از حرفاش این رو نمیفهمیم از عکس عمل یهودیان یه ناشکاره توی باب پنج آیه 17 بعد از صحبت که ایسایی مسیح میکنه یهودیان در آیه هیجده اینطور به مسیح جواب میدن پس از این سبب یهودیان بیشتر قصد قتل, او کردن زیرا که نه تنها سببت رو می شکست بلکه خدا را نیست پدر خود گفته خود را مساوی خدا میساخت صحبت واضح است اتهام مشخصه ایسای مسیح خودش رو ممان خدا معرفه میکنه میگه من و خدا یک هستیم ولی هفته گذشته با هم شروع کردیم به ادعاهای ایسای مسیح نگاه کردن و قبل از اینکه به این ادعاها بپردازیم اشاره کردم به اینکه عیسی مسیح در چند سال بعد از فوتش یا مصلوب شدنش و حالا بگیم در مورد صعودش صحبت نکنیم در جایگاه پرستشی کلیسا قرار داشت قوم یهودی که یکتا پرست بودن و تنها خدای واحد حقیقی رو میپرستیدن متوجه میشن که این خدای واحد حقیقی در بود عیسی مسیح الان به اونها ظاهر شده و داره با اونها ارتباط ایجاد میکنه و این خداوند طریق نجات رو براشون مهیا کرده و در همون چند سال اول این قوم متعصب یهودی یکتاپرست پرست تعصب از این بابت میگم که خدای واحد حقیقی رو میپرستیدن و متعهد بودن به این پرستش زیبای یک میبینیم که عیسی مسیح هم دوی پرستش های خودشون قرار میدن عیسی مسیح در سرودهای کلیسای اولیه جای پیدا میکنه کتاب فیلیپیان رو اگر باز بکنید باب دوم این کتاب زیبا و رساله این هستش که پولس رسول به کلیسای فیلیپی میفرسته خیلی از مفسرین کتاب مقدس و متعل... اونایی که مطلع هستن میگن که باب دوم آیات پنج, با پنج به بعد یکی از سرودهای یا سرودنامه کلیسای اولیه هستش که پولس رسول از این سرود استفاده میکنه تو صحبت خودش یا با اون نتیجه منطقی که میخواد برسه که به فارسی اینطور طور ترجمه شده پس همین فکر در شما باشند که در مسیح عیسی نیز بود که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را قریمت نشمرد لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرو و در شباهت مردمان شد و چون, و چون در شکل انسان یافت شد خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت کتاب موت مط صلیب موتی گردید از این جهت خدا نیز را به قایت سرافراز نمود و نامی را که فوق از جمعی نام هاست بدو بخشید تا به نام عیسی هر زانوی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است برای تمجید خدای پدر این سرودی بود که کلیسای اولیه در قرن اول در چند سال بعد از سعود عیسی مسیح توی کلیسا زمزمه میکرد و اون رو برای پرستش استفاده میکرد پولس رسول از این استفاده میکنه و داره به کلیسای فیلیپی حقایقی رو اعلام میکنه در مورد یک تلی در مسیح صحبت میکنه و از این فروتنی عیسی مسیح صحبت میکنه توجه بکنید اینجا در مورد این صحبت میکنه که تا به نام عیسی مسیح هر زانویی از آنچه که در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است برای تمجید خدای پدر کتاب اشعیا رو باب 45 رو آیه 23 رو اگر باز بکنید کتاب اشعیا باب 45 آیه 23 پولس رسول ربای بود پولس رسول یک شخصی بود که آگاه بود به کتب عهد عتیق و تعالیم یهود این شخص یک تا پرستی که عیسی مسیح در مسیر دمشق ملاقات میکنه شروع میکنه پرستش کردن و توی تعالیم خودش اینطور داره آیات عهد عتیق رو که در مورد خدای واحد حقیقی یهوه استفاده میشه و عیسی مسیح الساق میکنه و در موردش صحبت میکنه